حمله به مراکز فرماندهی و انبارهای مهمات رژیم ایران و اسد در سوریه. بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه به مناسبت روز جهانی کارگر. تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه تهران در اعتراض به فضای سرکوب. با سلام به بینندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم به در یک نگاه این ساعت توجه کنید. خبرگزاری رویتر گزارش داد ساعت 22:30 دقیقه شب گذشته چندین پایگاه نظامی در حما و حومه حلب مورد حمله موشکی قرار گرفتند. یک منبع اپوزیسیون سوریه گفت یکی از محل‌هایی که در نزدیکی شهر حما مورد اصابت قرار گرفته است به نام تیپ 47 شناخته می‌شود که مرکز عضوگیری شبه نظامیان عراقی مورد حمایت رژیم ایران است. خبرگزاری رویتر به نقل از یک منبع اطلاعاتی افزود به نظر می‌رسد چندین مرکز فرماندهی شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران مورد موشکباران قرار گرفتند و ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشتند. سایت حکومتی عصر ایران از کشته شدن 40 نفر و مجروح شدن 60 نفر خبر داد که 18 نفر از کشته شدگان ایرانی بودند. جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه به مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه‌ای منتشر کردند. در قسمتی از این بیانیه آمده است کارگران در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی سالهاست برای رهایی از وضعیت فلاکتباری که بر جامعه کارگری ایران حاکم کردند هر روز دست به اعتصاب و اعتراض زدند، اما متاسفانه تنها جواب کارگران محروم میهنمان جز زندان و ضربات سنگین چوب و چماق و شلاق بر تن کارگران نبوده است. ما با آگاهی به وضعیت اسفبار کارگران ایران در حاکمیت استبدادی در ایران اول ماه مه را گرامی می‌داریم و به همه کارگران و زحمتکشان میهنمان در سراسر کشور روز کارگر را تبریک می‌گوییم. جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه، 8 اردیبهشت 1397. دانشجویان دانشگاه علامه تهران در اعتراض به پرونده سازی و احکام سنگین علیه دانشجویان مبارز در دانشگاه علامه تهران تجمع کردند. دانشجویان تراکت‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود دانشجو مجرم نیست، جریمه زورکی دانشگاه. بر اثر شدت ریزگردها و طوفان‌های شن طی چند روز اخیر ساکنان 63 روستا در شهرستان ریگان در استان کرمان در محاصره ریزگردها قرار دارند و هیچ گونه اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست. فرماندار رژیم در شهرستان ریگان با اعلام این خبر افزود غلظت ریزگردها در ریگان در روز یکشنبه به 27 برابر حد مجاز رسید. به علت شدت ریزگردها 47 نفر با عارضه تنفسی راهی مراکز درمانی شدند. طوفان در شامگاه یکشنبه محور کرمانزاهدان حوالی فهرج تا شورگز را مسدود کرد. رئیس اداره راهداری رژیم در فهرج با اعلام این خبر گفت شعاع دید به شدت کاهش یافته و مسیر مسدود شده است. قضاییه جنایتکار آخوندی به وکیل زندانی سیاسی حمیدرضا امینی اجازه دیدار با وی را نمی‌دهند. وکیل این زندانی سیاسی تاکنون بارها برای گرفتن نامه و دیدار با این زندانی سیاسی برای بررسی پرونده مراجعه کرده، اما با پاسخ منفی و مخالفت بیدادگاه رژیم مواجه شده است. روز یکشنبه رژیم اسد 70 حمله به مناطق شمالی استان حمص در سوریه انجام داد. در این حملات جنایتکارانه دست کم 2 غیر نظامی کشته شدند. این منطقه تحت محاصره نظامیان و شبه نظامیان اسد است و از مناطق کاهش تنش به شمار می رود. به دنبال این حملات بی‌رحمانه بیمارستان از زعفرانه هدف قرار گرفته و تخریب شد که در اثر آن شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. این بود در یک نگاه این ساعت. از شما دعوت می‌کنیم به ادامه برنامه‌ها توجه کنید. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.